حضور مسعود پزشکیان در مجلس شورای اسلامی و دفاع از برنامه بودجه‌ای که به مجلس هفته گذشته ارائه داد. همینطور دفاعیاتش و حمله به نمایندگان مخالف. با ما همراه باشید، صحبتاش رو میبینیم و میشنویم. سلام، ممنون همیشه کانال زرد تیوی. به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. و مسعود پزشکیان امروز برای دفاع از بودجه سال 1404 به مجلس شورای اسلامی رفت. مسعود پزشکیان در جلسه علنی امروز سه‌شنبه 8 آبان ماه 1404 در دفاع از کلیات لایحه بودجه 1404 کل کشور با ابراز خوشحالی از حضور مجدد در مجلس، از همراهی و همدلی نمایندگان که در هفته گذشته در کمیسیون تلفیق کلیات بودجه رو بررسی و تصویب کردن گفت، از نظر فکری و چارچوب برای ارائه بودجه 4 اصل رو در نظر داشت: ساختار، توجه به ثبات، رشد اقتصادی و عدالت. پزشکیان در صحبتاش در مورد شفاف بودن بودجه صحبتهایی را انجام داد و با اشاره به اینکه با اساتید دانشگاه و کمیسیون اقتصادی و نخبگان مشورت و سعی شده که با همفکری و نگاه مشترک بودجه را تدوین و به مجلس ارائه بده اعلام کردش. در خصوص ساختار، ما در اولین زمان ممکن قانونی علی‌رغم تمام مشکلات بودجه را تقدیم کردیم. پیش از این معمولا بودجه 2 یا 3 ماه بعد از زمان قانونی مقرر به مجلس ارائه میشد، ولی ما سعی کردیم بودجه رو در زمان تعیین شده ارائه کنیم. بودجه ارائه شده شفافه و از قبل یک بودجه داشتیم که حساب کتاب نمیشد و یه بودجه هم داشتیم که حساب کتاب میشد. اما بودجه ارائه شده که توسط دولت 14 ارائه شده کاملا شفاف است و همه پول ها در قیمت های مختلف هزینه میشه که در این بودجه به ریز به مجلس ارائه شد. پزشکیان در مورد چاپ اوراق هم صحبتهایی رو انجام داد و گفتش که اوراق برای درآمد دولت چاپ نمیشه، بلکه برای پرداخت بدهی دولت چاپ میشه. وی همچنین خاطر نشان کرد که آنچه که نوشتیم با قانون برنامه هماهنگ است. در خصوص ثبات اقتصادی تلاش کردیم که به بانک ها و بورس دقت کنیم. معمولا اگر دولت کم پول بیاره از بانک ها قرض میگیره. ما نه تنها از بانک ها قرض نمیگیریم، بلکه 200,000 میلیارد پول گذاشتیم تا بدهی بانک ها رو هم بپردازیم و تلاش کردیم سرمایه بانک ها افزایش پیدا کنه. سعی کردیم تکلیف اضافی بر دوش بانک ها نگذاریم. در خصوص بورس نیز ما به جای اینکه اوراق چاپ بکنیم، بدهی های سررسید و سود اوراق رو اندازه‌ای که باید بدهی دهیم به همون میزان اوراقش رو چاپ خواهیم کرد. اوراق برای درآمد دولت چاپ نمیشه، بلکه برای پرداخت بدهی دولت چاپ خواهد شد. اون همینطور در مورد کسبه و حقوق بگیران و وضعیت مالیاتشون در سال جدید هم صحبتهایی رو انجام داد و گفتش که از زهبری اجازه گرفتیم مقداری از ارزی که وسط سال تقاضا می کردیم رو قبل این اتفاقات به بودجه بیاوریم. در رابطه با رشد اقتصادی تلاش کردیم مقررات و قوانین رو ثبات ببخشیم. مدام مقررات و آیین‌نامه‌ها رو عوض نکنیم. مالیات بنگاه‌ها و شرکت‌های بورسی رو تلاش کردیم همان 20% نگه داریم و به 25% مطابق قانون افزایش ندهیم. اگر اونها درآمد کسب کردن و سرمایه گذاری کردن، مالیات به اون درآمد تعلق نگیره. تلاش کردیم به اونها کمک کنیم. برای کسبه مالیات رو مانند حقوق بگیران کردیم و تا 24 میلیون درآمد اصلا مالیاتی بهش تعلق نمیگیره. ایشون همینطور افزودن که در خصوص عدالت به بانک ها کمک کردیم، به بانک ها پول دادیم تا تسهیلات اشتغال زایی ارائه دهند. امسال در بودجه سال جدید همت برای 140 همت برای پرداخت بدهی گندمکاران در نظر گرفته شد. امسال برای پرداخت مطالبات گندمکاران 230 همت لازم داشتیم. مجبور شدیم از رهبری اجازه بگیریم و بدهی اونها رو بدهیم. برای پرداخت پاداش بازنشسته ها هم مشکل داشتیم که برای سال آینده 250 همت برای پرداخت مطالبات گندمکاران پیش بینی شده. سعی کردیم منابعی که داریم رو با اهداف مشخص در اقتصاد قرار بدیم.
پزشکیان همینطور بیان کرد در خصوص عدالت سعی کردیم 20% حقوق رو افزایش بدیم، اما متوسط افزایش حقوق 28%. کسایی که هزینه بیشتر دارن و خانواده‌های بزرگتری هستن، افزایش حقوق اونها تا 40% هم بوده. برای اینکه این کار رو هم بتونیم بکنیم، هزینه دولت رو بتونیم جبران بکنیم، کسری نیاریم، هم مقام معظم رهبری رفتیم اجازه گرفتیم یه مقدار از ارزی رو که باید وسط سال کسری می آوردیم می رفتیم ارز تقاضا می کردیم و بعد از اینکه اعتراضات اجتماعی شکل می گرفت، دعوا و مرافعه شکل می گرفت، تازه ارز می گرفتیم. قبل از اینکه این اتفاقات بیفته رفتیم اجازه گرفتیم آوردیم تو بودجه. ناترازی در برق داریم، آب داریم، گاز داریم، پول داریم، یعنی همه این ناترازی ها نیاز به مداخلات علمی، کارشناسی و هماهنگی داره و باید هر اقدامی میخوایم انجام بدیم گروهی رو که از این مداخله ما ممکنه صدمه ببینه رو ما باید قبل از اون ببینیم و نذاریم اونا مشکل پیدا کنن، ولی لاجرم باید مداخله کنیم در خیلی از این مسائل. اگر با هم باشیم میتونیم این ناترازی ها رو حل کنیم. اگر این ناترازی ها رو نادیده بگیریم، الان یه برادر اومد بود مثلا برق سعی کردیم 20% حقوق رو افزایش دادیم، اما متوسط افزایش حقوق 28%. او کسانی که هزینه بیشتری دارن، اهل و عیال بیشتری دارن، تا 40% حقوقشون افزایش پیدا کرده تو این روند. در رابطه بانک، ما معمولا دولت اگه کم پول می آورد از بانک ها قرض می گرفت، اونجا هزینه می کردن، تورم ایجاد می شد. ما نه تنها از بانک ها پول نخواهیم گرفت، 200,000 میلیارد تومان تو بودجه پول گذاشتیم که بدهی بانک ها رو بدیم. از طرف دیگه سعی کردیم سرمایه و دارایی یه سری از بانک ها رو افزایش برای کسبه. خب مالیات رو آوردیم مثل حقوق بگیرا 20% تا 24 میلیون مالیات ازشون نمیگیریم، از 24 میلیون به بعده که ما از اینا مالیات خواهیم گرفت. رفقا حتما نظراتتون رو راجع به صحبت‌های پزشکیان در مجلس و دفاعیاتی که در مورد بودجه سال 1404 داشتش برامون تو بخش کامنت‌ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.